خوش اومدید به کانال تاپ 5 فارسی. مهسا هستم با یک ویدیو در مورد رابطه غذا خوردن و زیباتر موندن. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید، خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلیاتون از ما پرسیده بودین که ما باید چه چیزایی بخوریم تا زیباتر بمونیم، جوانتر بمونیم. چیزهایی که میخوریم اغلب میتونه به زیباتر شدن ما کمک کنه. برنامه زیبای خودتون رو با صبحونه سالم، نهاری سالم و شامی سالم آغاز کنید. برای اینکه جوانتر به نظر بیاید فکر میکنید باید چی کار کنید؟ خب بهتون میگیم. بادام خواص فوق‌العاده ضد پیری داره. نه تنها حاوی میزان زیادی ویتامین ای، بلکه حاوی میزان زیادی اسید چرب هم هست. همچنین حاوی آنتی اکسیدان سلنیوم هستش. اما حواستون باشه که زیاد از این ماده غذایی نخورید. درسته که خواص زیبایی و آرایشی زیادی داره، اما میزان کالریش هم بالاست و خوردن زیادش ممکنه باعث چاقی بشه. سوال بعدی اینه که ناخونهای محکم رو چطوری داشته باشیم؟ با خوردن پروتئین میتونید به ناخونهاتون استحکام بیشتری بدید و اون رو تقویت کنید. پروتئین باعث ساختن کراتین میشه و کراتین ماده تشکیل دهنده ناخونه. سینه مرغ بدون پوست و استخوان، گوشت بوقلمون، ماهی تون و حبوبات همه در این منظور به شما کمک میکنن. براق چطور داشته باشیم؟ مواد غذایی که حاوی میزان زیادی ویتامین B هستند برای براق کردن مو بسیار مفیدند. ویتامین B در تخم مرغ، شیر، سبزیجات و گوشت مرغ یافت میشه. سیلیکا نیز در براق و سالم نگه داشتن مو بسیار مفید و موثره. پوست خیار، پیاز، جو خام و جوانه لوبیا منبع اصلی این ماده معدنی به شمار میره. بعضی پوست خشکی دارن. سوال اینجاست که خشکی پوستتون رو چگونه از بین میبرید؟ ماهی به شما در این زمینه کمک زیادی میکنه. ماهی به خصوص ماهیهای روغندار مثل ماهی آزاد حاوی اسید چرب اومگا 3 هستند که به مرطوب کردن و تقویت پوست کمک میکنن. چین و چروک پوستتون رو چطوری برطرف کنید؟ خب، ویتامین C سازنده کلاژن به راستی در برطرف کردن و از بین بردن چین و چروک موثره. کیوی منبع عالی از این ویتامین به حساب میاد، چون تقریبا هر کیوی بیش از 100% از این ویتامین رو در خودش جای داده. ویتامین C اثرات بسیار مفیدی روی سلامتی داره که یکی از تاثیرات کمک به ساختن کلاژنه. وقتی بدنتون میزان بیشتری از کلاژن در خودش داشته باشه، پوست قابلیت ارتجایی و کششی بیشتری پیدا میکنه و چین و چروک راحت‌تر از بین میره. منابع دیگه این ویتامین مرکبات، انبه، شهد عسل و پاپایاه. تابستون که میشه آفتاب سوختگی موزله. آفتاب سوختگی رو با غذا چطوری برطرف کنیم؟ اگه به خاطر زیاد زیر آفتاب موندن پوستتون سوخته، هلو و زغالخته بخورید. این میوه‌های خوشمزه حاوی میزان زیادی ویتامین ایه. این ویتامین به برطرف کردن قرمزی و ورم آفتاب سوختگی کمک میکنه. همچنین با افزایش قابلیت کشسانی پوست در از بین بردن چین و چروک هم موثره. یکی از رازهای لبخند زیبا دندانهای سفیده. حالا چطوری دندونامون سفید کنیم؟ همه ای ما میدونیم که سودا، قهوه، چای و غذاهای شیرین باعث تغییر رنگ و لکه‌دار شدن دندونها میشه. اما آیا میدونستید که سیب و کرفس به از بین بردن این تغییر رنگ و سفید کردن دندونها کمک میکنه؟
گودی و سیاهی زیر چشم هم راه حلی داره، اونم تو تغذیه. هیچ کس دوست نداره که زیر چشمش گود رفته و سیاه بشه. اما اگه به این وضعیت دچار شدید نگران نباشید. از ویتامین سی همراه با آهن استفاده کنید. این دو ماده با یکدیگر مؤثرترین راه برای از بین بردن سیاهی و گود رفتگی زیر چشم هستند. از سینه مرغ بدون پوست و استخوان که منبع عالی آهنه به همراه فلفل سبز، زرد یا قرمز که منبع ویتامین سی استفاده کنید. پوست براق جذابیت خاصی داره. چطوری پوستمون رو براق‌تر کنیم؟ برای شاداب، مرطوب و سالم نگه داشتن پوستتون حتما آب بنوشید. ممکنه تا به حال خیلی این رو شنیده باشید، اما واقعا صحت داره. آب سموم رو از بین میبره و در واقع بدنتون رو دتاکس میکنه و باعث رطوبت دادن به پوستتون میشه. ما از سرطان پوست چطوری با تغذیه جلوگیری کنیم؟ گوجه فرنگی در این زمینه بسیار موثره، چون حاوی سه آنتی اکسیدان مهم ضد سرطانه: بتا کاروتین، ویتامین سی و لیکوپن. گوجه فرنگی رو به هر شکلی میتونید استفاده کنید، خام، پخته یا حتی به شکل سس. اگه میخواید جذب لیکوپن رو در بدنتون بالا ببرید، گوجه فرنگی رو در مقداری کمی روغن زیتون بپزید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.